سلام به مجموعه خبری ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. واکنش امارت اسلامی به خواست سران سازمان شانگهای، میگوید این سازمان به جای مداخله گری درباره چگونگی تنظیم روابط با افغانستان گفتگو کند. کشورهای منطقه و همچنان کشورهای دور نزدیک همه باید در مواردی صحبت کنند یا تمرکز کنند که روابطشان با افغانستان چگونه تنظیم میشه و چگونه میتونیم به سطح منطقی فضای همکاری را ایجاد کنیم. ادغام افغانستان به جهان بخشی از گفتگوهای دوحه. نماینده ویژه آمریکا میگوید سیاست کشورش در برابر افغانستان بر دو اصل استوار است. ذبیح الله مجاهد گفت آمریکا و آلمان خواستار بازگشایی سفارتهایشان در کابلند. یکی از دلایلی که بسیاری کشورها به دوحه آمده ان این است که ما در پی راه اندازی روند هستیم که سبب ادغام مجدد افغانستان به جامعه جهانی میگردد. تا زمانی که این چالش ها رفع نشه هنوز افغانستان میتونه که رابطش با دنیا قانونمند نباشه. پایان نمایشگاه مشترک افغانستان ازبکستان. وزیر ترانسپورت ازبکستان از آمادگی کشورش برای امضای موافقتنامه حمل و نقل بین المللی اطمینان داد. مشکل بسیار خوب بود. ما قراردادهای هم داشتیم انشاءالا که در آینده بتونیم به کشور به ازبکستان بیاییم. حکومت افغانستان همچون نمایشگاه را تدارک ببینن تا ما بتونیم کالای تولید داخلی خود را به بیرون از کشور بازاریابی بکنیم. چالش های بازرگانان افغان در گذرگاه های کشور، میگویند در بخش دواپاشی فراورده ها در گذرگاه ها با چالش روبرو هستند. و آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برای احراز کرسی ریاست جمهوری و رقابت پرداختند. امروز جمعه است، 15 ماه سرطان. من شمس همانی. وقت شما بخیر. امارت اسلامی خواست سازمان همکاری های شانگهای پیرامون ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان را مسئله داخلی کشور میداند. ذبیح الله مجاهد در سخنان به طلوع نیوز از این سازمان میخواهد تا درباره چگونگی تنظیم روابط با افغانستان گفتگو کند. از سوی دیگر رئیس جمهوری روسیه در پایان نشست سران سازمان همکاری های شانگهای امارت اسلامی را متحد روسیه در پیکار با هراس افغانی خواند. پس از آن که سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شدند، امارت اسلامی در واکنش به آن میگوید که ایجاد حکومت فراگیر مسئله داخلی افغانستان است. ذبیح الله مجاهد از کشورهای عضو این سازمان میخواهد که به موضوعات چون تنظیم روابط با افغانستان بپردازند. موضوع حکومت فراگیر موضوع افغانست. افغانستان به خود در هر عرصه‌ای که منافع ملی ایجاب میکنه تصمیم میگیره. کشورهای منطقه و همچنان کشورهای دور نزدیک همه باید در مواردی صحبت کنند یا تمرکز کنند که روابطشان با افغانستان چگونه تنظیم میشه و چگونه میتونیم به سطح منطقی فضای همکاری را ایجاد کنیم. روز پیش نیز رئیس جمهوری چین در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد که در تلاشند تا حکومت سرپرست را بر ایجاد یک ساختار سیاسی گسترده و فراگیر دلگرم بسازند. افغانستان برای امنیت منطقه یک نیاز است. ما باید از راهکار هماهنگی و همکاری میان همسایگان افغانستان و دیگر چرچوب‌ها برای افزایش پشتیبانی بشردوستانه از افغانستان کار بگیریم و افغانستان را دلگرم بسازیم تا یک ساختار سیاسی گسترده و فراگیر ایجاد کند و راه صلح و بازسازی را در پیش بگیرد. در سوی دیگر رئیس جمهور روسیه در پایان نشست سران سازمان همکاری شانگهای امارت اسلامی را همچون متحد کشورش در امر پیکار با هراس افغانی عنوان کرد. ولادیمیر پوتین میگوید که طالبان قدرت را در افغانستان در اختیار دارند، از همین رو در بخش پیکار با هراس افغانی متحد مسکو هستند. طالبان بیشک برای ما در پیکار با هراس افغانی متحد هستند، زیرا هر دولت کنونی به ثبات قدرت خود و ثبات کشوری که در رأس آن قرار دارد و آن را رهبری می کند علاقمند است.
من مطمئن هستم که طالبان نیز علاقمند هستند که همه چیز در افغانستان صلح‌آمیز باشد. اوس مجبور و مکلف دی نړیوال هم چې پر دغه لار کې اسلامی امارات سره ګام په ګام قدم واخلي او شانه په شانه ورسره لاړ شي او وکولی شي چې دغه ترهګریزه مبارزه کې سهم ورسره واخلي. قرار است نشست بعدی سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای به روز 15 و 8 ماه اکتبر سال جاری به میزبانی پاکستان برگزار شود. توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید ادغام دوباره افغانستان به جامعه جهانی یک از اهداف مهم کشورهای شرکت کننده در نشست سوم دوحه بود. آقای ویست در سخنانی به طلوع نیوز همچنان میافزاید که سیاست کشورش در برابر افغانستان بر دو اصل یعنی منافع ملی آمریکا و پشتیبانی از مردم افغانستان استوار است. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان سیاست های آمریکا در برابر افغانستان را استوار بر دو اصل می داند. توماس ویست در سخنان به طلوع نیوز می گوید که منافع ملی و روش بهتر برای پشتیبانی از مردم افغانستان دو اصل است که واشنگتن به آن پابند است. افغانستان از دید سیاست آمریکا بر دو اساس استوار است. یک، منافع ملی آمریکا و دو، روش بهتر برای حمایت از مردم افغانستان. درباره موضع نخست، منافع ملی، ما یک منافع ملی الزام آور داریم جهت اطمینان از اینکه افغانستان هرگز دوباره به میدان تروریستی در برابر آمریکا تبدیل نشود. در این رابطه ما در مورد اقدامات طالبان برای تعهداتشان که به جامعه بین الملل و بیشتر به آمریکا انجام داده اند در گفتگو هستیم. آقای ویست همچنان در بخش از سخنانش می‌افزاید که ادغام دوباره افغانستان به جامعه جهانی یکی از اهداف مهم تمامی کشورهایی بود که در نشست دوحه حضور داشتند. یکی از دلایلی که بسیاری کشورها به دوحه آمده اند این است که ما در پی راه اندازی روند هستیم که سبب ادغام مجدد افغانستان به جامعه جهانی می گردد. این باید هدف مهم باشد که ما داریم، اما در این راه که ما با افغانها و همچنان طالبان هستند نقاط بسیار مهم وجود خواهد داشت. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی بدین باورند که افغانستان و جهان باید برای از بین بردن اختلافات فعلیشان چالش های ملی و بین المللی را که صدر راه آنان قرار دارد را حل سازند. بدون شک که تمام کشورهای جهان به شمول امریکا دنبال منافع خود در افغانستان هستند و او منافعی را که باید در پشت تریبین ها تعریف بکنند که نمی کنند. تن مورد به عنوان تحت نام چالش های ملی و بین المللی به عنوان یک نقطه اختلاف میان افغانستان و جامعه جهانی وجود داره، ولی تا زمانی که این چالش ها رفع نشه هنوز افغانستان میتونه که رابطش با دنیا قانونمند نباشه. این در حال است که نمایندگان ویژه آمریکا برای افغانستان بار دیگر به نقش زنان افغان در جامعه، ادامه پشتیبانی های جهان از آنان و ثبات اقتصاد کشور تاکید ورزیده بودند. سخنگوی امارت اسلامی میگوید نمایندگان آمریکا و آلمان در دیدارهای حاشیه‌ای سیومین نشست دوحه خواهان بازگشایی سفارتهایشان در افغانستان شدند. ذبیح الله مجاهد همچنان میافزاید که مسئله واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به امارت اسلامی را نیز در حاشیه این نشست با معاون ملل متحد و نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا مطرح ساخته. سخنگوی امارات اسلامی که رهبری هیئت امارات اسلامی در سومین نشست دوحه را به عهده داشت در سخنان به تلویزیون ملی میگوید که در دیدارهای حاشیه‌ای این نشست به شمول عربستان، آمریکا و آلمان نیز خواستار بازگشایی سفارت‌هایشان در افغانستان شده اند. کشورهای دیگه هم گفتند بله، نماینده آمریکا هم روی ما شیشته بودند. یک خانم که سفیر آمریکا برای افغانستان هستند فعلا در قطر هستند، او بود گفت که ما میخواهیم این را زود پس در سفارت خود در کابل ببینیم. دیگه ما گفتیم زمینه مساعد است. آلمان هم چو یادآوری کرد. ذبیح الله مجاهد در بخش دیگر از سخنانش می‌افزاید که مسئله واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به نماینده امارات اسلامی را نیز در حاشیه نشست سوم دوحه با معاون ملل متحد و نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا مطرح کرده و برخی از کشورها به شمول چین و روسیه از این درخواست امارات اسلامی پشتیبانی کرده اند. عموم کې بیا یاد سوال چې موږ ښه تعامل غواړو، تعامل هغه وخت راتی چې زموږ حق په ملګرو ملتونو کې موږ ته تسلیم شي. ځینو مقتدرو هیوادونو د موږ د دې دریځ ډېر حمایت وکړ، لکه مثلا روسیې، چین، دواړو د خپلو خبرو په سر کې دا خبره یادوله سي اسلامي امارت باید په لوړو سټیجونو باندې ومنل سي او دا ستونزې پخپله بیا حل کیږي. دوی له کړنو سره، دوی له برخورد سره ځینې ستونزې لري. څو چې د دوی کړنې د ملګرو ملتونو د منشور مطابق نه وي، زه فکر نه کوم چې امارت اسلامي ته دغه چوکۍ وروسپارل شي.
سخنگوی امارات اسلامی همچنان در پاسخ به سهم دادن شهروندان در نظام به این باور است که این مسئله با گذشت زمان صورت می‌گیرد و امارات اسلامی از بهر آبادی کشور به سهم دادن به همه باورمند است. بهتر است افغانستان یک چند مدت برای می وحدت رها شود که وحدت خود خوب مستحکم و یقینی بسازه. بعدا باز هم عرصه سیاسی بسیار باز است. هر کس میتونه مبارزه بکنه، هر کس میتونه در آبادی سهم بگیره، هر کس میتونه در کشور خود مؤثر و مثمر باشه. سخنگوی امارات اسلامی همچنان در بخش دیگر از سخنانش موجودیت و فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور را در انتقاد سازنده و جلوگیری از فساد مهم می‌خواند. دومین مرحله انتخابات ریاست جمهوری ایران بامداد امروز در سراسر این کشور آغاز شد. ستاد انتخاباتی ایران اعلام کرده که مرحله دوم انتخابات ایران با بیش از 61 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در داخل و خارج این کشور در بیش از 56 هزار مرکز رایدهی برای گزینش نهمین رئیس جمهور این کشور برگزار شده. این در حال است که هفته گذشته هیچ یک از نامزدان در دور نخست انتخابات موفق به کسب اکثریت مطلق آرا نشد و از همین رو انتخابات ایران به دوره دوم رفت. برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران. دومین مرحله چهاردهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز جمعه ساعت 8 به وقت محلی آغاز شد. ستاد انتخابات این کشور اعلام کرده که مرحله دوم انتخابات ایران با بیش از 61 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در داخل و خارج از کشور در بیش از 56 هزار مرکز رایدهی برای گزینش نهمین رئیس جمهوری این کشور برگزار شد. نسبت به سریقت بیشتر میشه، چون که مردم آگاه‌تر شدن، بالاخره با توجه به صحبتایی که کردن مردم راحت‌تر میتونن رأی بدن. وقتی مردم میان پای کار شرکت میکنن، دولت هم به اصطلاح موقع مردم پشت دولت وای میستن. در مرحله دوم انتخابات سراسری ایران، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی از جمله دو نامزدند که با کسب بیشترین آرا در مرحله دوم با هم به رقابت پرداختند. در همین حال، آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران پس از انداختن رأی خود در صندوق رأی دهی، این روز را روز حضور و شرکت مردم در یک امر مهم سیاسی این کشور می خواند. روز فعال شدن مردم عزیزمون در یک امر مهم سیاسی کشور، یعنی انتخابات. شنیدم که شوق و علاقه مردم بیشتر از قبله. با این حال نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران چه تأثیر بر اوضاع منطقه به ویژه افغانستان خواهد گذاشت؟ در دراز مدت این مربوط میشه به روابط ایران با باقی منطقه و تحولات در داخل افغانستان، و به هر صورت مردم افغانستان با ایران و همه همسایگان خود خواستار روابط مثبت و صادقانه هستند. رئیس جمهور آینده ایران با در نظر داشت مشترکاتی که میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران چه از نگاه فرهنگی، دینی و عقیدتی و زبانی وجود دارد، به خاطر ادامه همکاری هایشان و از اتخاذ سیاست مسالمت آمیز و دوستانه با افغانستان ادامه بدهند. قرار است روند رایدهی در ایران تا ساعت 6 عصر به وقت محلی ادامه یابد. این در حال است که هفته گذشته هیچ یک از نامزدان در دور نخست انتخابات موفق به کسب اکثریت مطلق آرا نشد و به این ترتیب انتخابات ایران به دور دوم رفت. نوید صمدی خبرنگار اعزامی تولونیوز از تهران با ما وصل هستند و از او از آخرین ها میپرسم. نوید، از آخرین ها بگو و از اشتراک رای دهندگان. سلام به شما شمس عزیز و به تمام بینندگان که همین اکنون ما را تماشا میکنند. قسمی که شما هم شاهد بودین و گزارش ها را همکارای ما بر شما فرستادن، هنوز هم روند رایدهی در تهران و سایر شهرهای ایران جریان داره و قسمی که ما در گزارشات روز خود هم یادآوری کردیم، نظر و دور نخست این بار تعدادی از رایدهندگان به گمان اغلب بیشتر بودند و اونا همواره تلاش کردند پای صندوق‌های رای برند و از این آینده خود انتخاب بکنند. اما یکی از دغدغه‌های بزرگی که در دور نخست چهاردهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران گذشت بود که نظر به سالهای قبل یا دوره‌های انتخاباتی گذشته تعداد شهروندان کشور که واجد شرایط بودند، البته
بازم تکرار میکنم که در ایران و خارج از ایران در حدود 61 میلیون تن واجد شرایط رایدهی هستند که از این میان تنها حدود 40% از شهروندان در دور نخست. تصحیح هم باید بکنیم که بیشتر از 20 میلیون تن در انتخابات اول در انتخابات ریاست جمهوری ایران اشتراک کرده بود که 40% از رای دهندگان میشد. همونطوری که گفته میشد آخرین این کمترین شمار اشتراک کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری ایران در همه در تمامی انتخابات بوده. یک بار دیگر خوش آمدید. برخی از بازرگانان صادرکننده میوه تازه و سبزی میگویند در بخش دواپاشی فرآورده‌ها در گذرگاه‌های کشور با چالش روبرو هستند. آنان میافزایند برای دواپاشی میوه و سبزی موترهایشان تا 12 ساعت توقف داده می‌شود و این امر سبب فاسد شدن محصولات صادراتیشان شده. اما وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دواپاشی محصولات کشاورزی پیش از صادرات را به هدف کنترل و حفاظت از امراض مهم می‌داند. یک بخش عمده صادرات افغانستان به کشورهای دیگر را میوه تازه و سبزی تشکیل می دهد که بیشترین آن به پاکستان صادر می شود. به تازگی شماری از بازرگانان صادرکننده میوه تازه و سبزیجات از روند دواپاشی محصولات صادراتیشان انتقاد می کنند و می افزایند که هوای گرم و توقف دادن موترهایشان به هدف دواپاشی سبب فاسد شدن محصولات صادراتیشان پیش از صادرات می شود. فومیگیشن با تاجرای ما بخوش با صادرکننده ما بسیار ضرر کلان وارد میکنه. در تورخم یا در جلال آباد تقریبا 12 ساعت 16 ساعت موترای استاد میشه به خاطر او فومیگیشن و او فومیگیشن هم در موترای ترپالی او فایده نمیکنه. موتر به ادب باردار استاد میکنن، ترپال در سرش کش میکنن، دوار میزنن، ترپال تورد برو حرکت کشنده است، مردم از بین میبره. در این میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری بر تجدید نظر در روند پروسه دواپاشی محصولات زراعتی از بهره جلوگیری از فاسد شدن محصولات صادراتی تاکید میکند. ما سردخانه هم نداریم، جای هم نداریم، باید سرشان پلاستیک و ترپال کش شو و بعد از او باید چند وقت موتور بمانه که همین میکروب بمره از لحاظ چیز. این ضرر میکنه. اگر دیگه دنیای کار میشه باز همین موتر در سردخانه استاد میشه، نقص برش پیدا نمیشه. اما وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که روند دواپاشی محصولات صادراتی یک معیار جهانی است و محصولات کشاورزی به هدف کنترل و حفاظت از امراض باید دواپاشی شود. دا په نړۍ کې د کرنیزو محصولاتو د صادراتو لپاره یو معیار ګڼل کیږي او هغه کرنیز توکي چې په موګیشن سوي نه وي د صادرولو اعتبار نه لري. این در حالی است که پیش از این نیز افزایش طرفه میوه تازه و سبزی از سوی پاکستان چالش ها را به بازرگانان کشور بیشتر ساخته است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت با وزیر ترانسپورت ازبکستان دیدار و درباره پروژه های ترانزیتی میان دو کشور گفتگو کرده. در این گزارش ببینید. نمایشگاه سه روزه مشترک افغانستان ازبکستان پایان یافت. شمار از شرکت کنندگان این نمایشگاه را پر دستاورد می خوانند و تاکید می کنند که حضور بازرگانان افغان در این گونه نمایشگاه ها در بازاریابی برای محصولات افغانستان نقش مهم دارد. نمایشگاه بسیار خوب بود، ما قراردادهای هم داشتیم، انشاءالله که در آینده بتونیم به کشور ازبکستان بیاییم. نمایشگاه که از محصولات ما را به تمام دنیا معرفی میکنه و اهمیت بسیار سازندهی داره برای مردم، چون یک محصول جدید است. وقتی که وارد بازار میشه مردم چندان بلدیت شناسیت ندارن، وقتی که این داخل مارکت بازار میشه اینجا جنس و محصول ما را به بازار به مردم معرفی میکنه. برخی از شرکت کنندگان همچنان تاکید می‌ورزند که باید به چالش‌هایشان رسیدگی شود تا بیشتر در نمایشگاه‌های منطقه و جهان شرکت کنند. آنان می‌گویند که در حال حاضر در گرفتن ویزه بسیاری از کشورها با مشکلات روبرو هستند. حکومت نموده وقت نداره چه در ویزو پا باره که سنگه چه در مانگه مارکتینگو که خوب آینده که مشکل داره بیاد در مانگه راشو او در نور ملکون دو پر امداشی در ویزو سهولت برابر که دا سینمایشگاهانی جوړی کی او دا به ان شاء الله زمون لپاره پکټی یا حکومت افغانستان همچون نمایشگاه را تدارک ببینن تا ما بتونیم کالای تولید داخلی خود را به بیرون از کشور بازاریابی بکنیم و بتونیم به کشورها صادرات داشته باشیم.
همزمان با این نوریدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با وزیر ترانسپورت ازبکستان دیدار و درباره پروژه های ترانزیتی میان دو کشور گفتگو کرده است. در این دیدار آقای عزیزی تاکید بر تکمیل پروژه افغان ترانس و ایجاد تسهیلات در مسیرهای ترانزیتی کرد. افغانستان تقریبا کولای شي چې ازبکستان د جنوبي اسیا سره په اړه سمې ډول سره مشکلي او ازبکستان هم کولای شي چې افغانستان د مرکزی اسیا سره جمع ده روسیه سره او د چین سره په مستقیمه توګه ومشکلي نو دا به د دواړو هیوادونو د اسیا په وجه کې چې په جنوبي اسیا او مرکزی اسیا کې مهم رول لوبوي. این در حال است که پیش از این نیز نمایشگاه های مشترک میان افغانستان و کشورهای کازاخستان، ترکمنستان و ایران نیز برگزار شده است و تلاش می شود در آینده نزدیک نمایشگاه مشترک میان کابل و مسکو نیز برگزار شود. پایان خبر 6.